همینجور که شما میتونید بیا ریکوست آل استفاده بکنید، دستورات دیگه ای هم داره مثل گت. خب کلی ریکوست دستور داره، یکی از دستوراتش گته. میگه کلید به من بده، من کلید اونور چی بود توی این کریئیت، ما فول نیم داریم درسته؟ بکنم نیمی داریم به نام فول نیم. ببینم آره، میتونی اینجا بنویسی فول نیم و بیا اینجا بزنی فقط فول نیم رو بگیری. ببین کلید رو میدی چی رو میگیری؟ ولیو رو. میا اینجا دوباره یه دونه کامه میذاری مینویسی دالر ریکوست مقدار گت، دوباره کلید بده کارز رو بهش میدم کارز و به این صورت BMW رو داد بهم. دوباره دالر ریکوست گزینه گت کانتری بود مثلا فکر کنم یکیش کانتری میزنید و به این شکل دیگه دالر ریکوست مقدار گت مقدار کامنت و به این شکل هر چی که از اون ور اومده به این سمت رو شما میتونید به این صورت بگیرید و دیتا هاش رو نمایش بدید. یا اردم حالا من در واقع به این صورت دارم نمایشش میدم، یا برگردید اسم بدید. آقا این همه چیزایی که میتونه اتفاق بیفته، اینا باید تو داکیومنتش بخونید. من هم تو داکیومنتش یه دارم میخونم، یه سری هاشو به اختصار درآوردم. مثلا میتونید بیاید اینجا خودش بنویسید دالر ریکوست مثلا فول نیم. این چیکار میکنه؟ باز ببینید مقدار رو برمیگردونه. من میدونم اسمش چیه، من میدونم اسم در واقع اینپوتم چیه، میام اینجا مینویسم دالر ریکوست کارز دالر ریکوست کانتری دالر ریکوست آندرلاین توکن. همه رو میخوام بیا همه رو گرفتم. دیگه میتونی از دستور دالر ریکوست اینپوت استفاده، اینپوت رو من خودم استفاده نکردم نمیکنم ولی بعد نیست بلد بشین. میتونید اینجا این گت بیاید کلیدتون رو بدید و اینجا بیاد براتون چیکار بکنه، به این شکل برگردونه. پس میتونید از این دستور هم استفاده. یه وقت رفتید جای دیدی این مدلی نوشتن تعجب نکن، مثلا کارز و دالر ریکوست مقدار مثلا اینپوت کانتری به این شکل. این هم اومد به این صورت. ما میتونیم دیتا ها رو از طریق اینپوت میتونیم بگیریم. کدوم از همه راحت تره؟ هم بهترین حالت این هستش که اسمش رو بنویسید، مثلا فول نیم، چه میدونم دالر ریکوست مثلا کانتری، نه یا گت اینا استفاده کن، دالر ریکوست مثلا گزینه خودتون بگید کارز دالر ریکوست ایمیل، اینجوری بزنید و براتون خروجی برگردونه به همین راحتی. این هم نحوه خوندن دیتا ها بود که از طریق در واقع چی میاد. باز من اینجا گتش رو گفتم. اینجا میتونید بیایید بررسی هم بکنید. یه گزینه به نام هز هم داره، با یه هزه کلن توی لاراول آشنا بشید. این هز میاد چیکار میکنه؟ یا حالت بولیان برمیگرده، این حفظی نیست ها. یعنی شما اینجا کافیه مثلا بنویسی دالر ریکوست مقدار هز. خب خروجی چیه؟ بولیانه، خودش هم داره میگه. اینجا مثلا شما برمیگردی میگه کلید تو بده، میگه فول نیم، بررسی میکنه فول نیم وجود داره یا نه، تروی یا فالسه. ایف برمیگردم، من این رو اینجا میذارمش. اگه دیتا توش باشه میگم برمیگردم میگم اوکی. الس چی؟ برمیگردم میگم اکو نات اوکی. خب و نیام اینجا انجام میذارم میگه اوکی. چرا؟ چون فول نیم وجود داشت از اون صفحه داشت میومد. حالا اگه من فول نیم رو بکنم فول نیم یک، طبیعتا اگر از این ور بیاد به این ور نمیشه عوض کرده، نه به خدا. خب رجیستر رو میزنم نات اوکی. چرا؟ چون فول نیم وجود نداره. حالا یکش میکنم، طبیعتا این دیگه تغییر نمیکنه. چرا؟ چون بعد از این ور که داره ریکوست زده میشه بیا
بیاد با این اسم ریکوست زده بشه، یعنی باید مقدارش رو عوض بکنم که درست بشه، مثلا به این شکل بشه که بیاد برای من خروجیم رو برگرد بشه. اینم این بحث. اونلی هم یعنی چی؟ آقا من فقط و فقط این مقادیر رو میخوام، این همون روتی که بودش. اونلی هم باش دیگه آشنا هستی دیگه. مثلا من برگردم بیام اینجا بگم که آقا من تو این قسمت دیدی که میخوای بکنی، من فقط ریکوست، فقط من اونلی رو میخوام. کیو میخوام؟ کیایی که میخواید رو به من بگو، مثلا مقادیرش رو. من برمیگردم میگم فقط فول نیم رو میخوام و مقدار آندرلاین توکن، بقیه رو نمیخوام. F5 میزنم این دوتا رو من برگردم. آره یکی برمی گرد میگه نه من کارزم میخوام، میام بزن. به این شکل. یکی دیگه میگه نه من ایمیل هم میخوام. به این صورت.